کود حیوانی یا کود مرغی. خب برای بادام زمینی توی بستر کشت بین این دو کود ما کود مرغی رو استفاده میکنیم. در وصف مضرات کود حیوانی من بگم که کود حیوانی رطوبت رو زیاد نگه میداره و باعث میشه ریشه و ساقه بادام زمینی دائما مرطوب باشن، گارچ بگیرند و مزرعمون دچار بوته میری بشه. بین کود گاوی و گوسفندی هم کود گوسفندی بیشتر باعث شوری خاک میشه و توی خاک شور رشد گیاه پایین میاد. و از همه اینا مهمتر، کودهای حیوانی غلاف بادام زمین رو کبود میکنن و ظاهر جذاب این پیله ها رو از ما دریغ میکنن. برای استفاده از کود مرغی هم، اگه کود مرغیتون پلیت حداقل 250 کیلو و تا 500 کیلو کود مرغی پلیت در هکتار میتونید استفاده کنید. اگه هم کود مرغی سالونی استفاده میکنید که حداقل باید 2 تن در هکتار باشه. از کود مرغی مایع هم تو مرحله غلاف بندی استفاده میشه به صورت 20 لیتر در هکتار با آبیاری. کود مرغی سالونی و یا پلیت رو قبل از چشت تو مرحله آمادسازی زمین و بلافاصله بعد از نرم کردن خاک رو قبل از این چه ردیفام رو بکشیم به خاک میدیم تا بذر و گیاهمون به خوبی بتونن از این کود استفاده کنن. اگه این آموزش رو وقتی میبینی که کار از کار گذشته و کود حیوانی رو به خاکت دادی و بادام زمین رو کاشتی، سعی کن توی آبیاریات از گوجه ادمای زیاد استفاده کنی. گوجه ادمای هم شوی خاک رو کاهش میده و همین که خاصیت ضد گارچی داره.